درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم نگاهی خواهیم داشت به اوضاع شرایط پیشرو بعد از ترور رئیسی یعنی در حقیقت از شهید سازی رئیسی تا سیرک انتخابات و اتفاقاتی که پیش روی کشور هست در همین اوضاع مخشوش به هم ریخته یه نگاهی میخوایم با هم داشته باشیم از کارشناسیشون هم استفاده میکنیم میبینیم پیش شرم سبزواری گرمی شرم جان درود بر شما درود افشین جان درود به بینندگان محترم درود به هر کسی که صدای ما رو بعدم میشنو و, و این برنامه رو میبینه سپاسگزارم دوباره دعوتم کردی از تمام کسایی که هم حمایت میکنن کانالو سپاسگزار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی باش. و بازم وقت گذاشتی خب دیگه الان تقریبا قتل رئیسی دیگه مهرس شد یعنی شهیدش کرد جان شهیدش کرد شهیدسازی شهید شهیدسازی بله شهیدسازی رئیسی یعنی مشخص شد حتی منابع داخلی دیگه الان دارن صحبت میکنن که این عادی نبوده دیگه سانحه نبوده این واقعا یک عمدی در کار بوده و حالا اینکه انگیزش دق... دقیقا چی بوده رو نمیدونیم همه گمان زنی هایی که ما توی این برنامه ها با همدیگه داشتیم چند تا گمان زنی مختلف داره دعوای قدرت بود برخلاف خاص خامنه بود به خاص خامنه ای بود ایناش همه گمان زنیه اما خب این چیزی که الان پیش رومون هست این سیرک انتخاباتی که این همه فعله ای آدمای مختلف از جناهای مختلف دارن میان ثبت نام هر سال بوده ولی هر دفعه این یعنی هر دوره این داستان بوده ولی الان شاید یه ذره بیشتر از دوره های قبل هم. خیلی هم سعی میکنن جنجالی بشه تا بلکه یه هیجانی به افکار رو می بدن ولی اون چیزی که من میبینم و برداشت میکنم اینکه که افکار چندانی به این قضیه نمیکنه ولی خب خبرهای دیگه ای هم داره میرسه مثل داستان جزایر سگانه در خلیج فارس و بندر چابه ها رو اونا رو از شما بپرسیم خب چی فکر میکنی؟ اوضاع شرایط کجا داری میره؟ چی داری میشه به نظرت؟ ببین افشین اینجا هر چی داره میگذره از تاریخ این اتفاقی که برای رئیسی رقم زدن در است. نه اینکه مثلا آدم خوبی بوده. اینکه میدونیم جلاد تهران بود و بعدش هم فلان بود. ولی توی خودیا میبایستی یه سری مورا ها جا جابجا بشن تا بتونن اون اهدافی که مثلا برنامه‌ای که برای ادامه ای حیاتشون چیدن درست در بیاد بتونن ادامه بدن حیاتشون هر چی داره میگذره ما متوجه میشیم که این قتل یا پروژه شهیدسازی یا پروژه حذف باند خراسان پیش رو بوده ببین چجوری ارز میکنم به خدمت شما اون فیلمی که شما گذاشته بودی پروازی است که هلیکوپتر سطح پایین داره انجام میده روی جاده من اینو برای راستی آزمایی فرستادم یک سری از دوستان از خلبانان ناجا و خلبانان نیرو هوایی پرسیدم مشخص شد که یه میل هلال احمر جلو بوده میل 17 هلال احمر هلیکوپتر جلویی بوده و یه دونه 214 پشت سر این 212 داشته میپریده بس اینجاست که خود مصطفی هم واقعا فرمانده دسته بوده که مثلا اون میل جلویی اعلام میکنه که ما رسیدیم به توده اب چیکار کنیم مصطفی میگه برید بالا رو چک کنید خودش میاد پایین اونا میرن بالا ارتفاع رو زیاد میکنن میرن بالای ابرا این گفته بچه های خلوانیه که حالا اسم نخواین ولی خب بچه های که از کادر پروازی با اطلاع خود اون میل میره بالای ابرا و هلیکوپتر دومی دو که مثلا سومی که 214 بوده اونم میره بالای ابرا بعد به زمانی که به مصطفی میرسه میگن بالای ابرا امن بیا بالا نمیتونه بره بالا حالا به هر دلیلی خرابکاری در هلیکوپتر بوده نمیدونم با بمبی توی مثلا کابین گذاشته بودن با افزایش ارتفاع به یه حدی برسه منفجر بشه همه اینا رو میشه متصور بود و یا اینکه اصلا خطای خلبان بوده مستقیم رفته تو کوه خورده اینا رو باید مد نظر داشته باشیم که این اتفاقا امکان افتادنش برای رئیسی بوده و هرچی هم که میره جلوتر گوانزانی ها بیشتر میشه و مستقیما مشخص میشه پویسرش هم که خامنه ای اومده گفته این موضوع رو اصلا کش ندید یعنی چی یعنی سرپوش بذارید یعنی تیمای کارشناسی اون کارشناسای واقعی رو نکنن همینجوری بیان یه حرفی بزنن که هفته گذشته راجعش صحبت کردیم منو شما میرسیم به کجا داستان شیرینش اینه که فرمان میده خامنه ای که مثلا در این انتخابات پرشور شرکت کنید وقتی همچین فرمانی میده شما ببین تمام کسایی که حتی از چرخه سیاست کنار گذاشته شده بودن مثل لاریجانی مثل اون آقای آخوندی مثل اون بهمنی رئیس بانک مرکزی که حتی زندان هم بود و همشون یه دفعه پیداشون میشه از تو بخچه ها و لپ لب لپ در میان و میان پای انتخابات ثبت نام حتی رویانیان اومده بود ثبت نام کنه و ثبت نام هم کرد اینا همه اومدن ثبت نام کردن و خیلی جالب بود این لشکرکشی بی سابقه است از حکومتی ها, ها که این شکلی نهان و آشکارشون بیان برای ثبت نام بعد جالب تر اینه که معاون اول رئیسی برای انتخابات ثبت نام نکرده این یکی دو برادر رئیسی میاد برای ثبت نام زنشه که گفتن آقا نمیدونم سوگوار فلان نیاد بهتره اول میخواستن اصولگرایا اون زن رئیسی رو جلمیله علم رو معرفی کنن برای کاندیدا ولی چیز شد گفتن مسوگواره و نمیدونم داره عزاداری میکنه و فلان میکنه و بیسال میکنه برادرش اومد برادر رئیسی اومد برای انتخابات ازش ایراد گرفتن گذاشتنش کنه این نشان دهنده اینه که کلا میخوان باند رئیسی علم رو از چرخه سیاست و انقلاب و بخور بخور نظام یا سفره انقلاب پیادهشون کنن این داستان کاملا دیگه مشروط میشه وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که یه بخشش میشه گفت سرپوش گذاشتن رو کشته شدن رئیسی حالا به هر دلیل و که جلوتر توضیح میدیم و یه بخشش هم شلم شروع کردن بازار برای اینکه مردم بتونن همراه کنن با توجه به صحبتایی هم که زن رئیسی کرده بود که نمیدونم رفراندوم شرکت در تشیز جنازه نمیدونم رئیسی بود و از این صحبت ها که عملا نه اینطوری نیست اینو که ما میدونیم کل اون جمعیتی که اومده بودن یک دهم ده درصد جمعیت ایران هم نمیشه خیلی اومده باشن صد هزار نفر اومدن دیگه صد هزار نفر در مقابل 90 میلیون نفر مگه چند درصد جمعیت ایران میشه یک درصد هم نیست خب شما خودتون اینا رو در نظر بگیرید صد هزار نفر کل زیر و روی جمهوری اسلامی سه درصدی ها با مهمون خارجی با اونایی که اتوبوس گذاشته بودن با اونایی که بهشون وعده ساندی سود نمیدونم برنج و نهار رو کوبیده و اینا داده بودن اونی بوده که اومده بودن پای کار بیشتر از اون نبوده یه جایی هم که مثل تبریز و اینا بحث نمیدونم زبان و محله و قوم و اینجور چیزا هست یه احترامات خاصی مردم اون منطقه برای حالا امام جمعه حالا نه اون امام جمعه کلا تایفه داشتن همون تایفه خودشون اومده بودن برای تشیع امام جمعه و کارا رو کرده بودن که اینا همه باز دوباره من اتفاقا امروز یه توییتی هم زدم زدم اینجوری فرمان خامنه جنایتکار و صفکشی لاشخوران به این شکل این نشان دهنده اینه که یک پشت پرده سخت و بدبخت کننده برای مردم ایران هست و یا خیال خامی برای کش... تمامیت کشور ما دارن که حالا شما بپرس من در خدمت هستم به نظرت اینا همشون تیسریت میشن مثلا قالیباف و احمدی نژاد و لاریجانی و اینا همشون میان یا آخوندی اینا که فکر نمیکنم اصلا زیاد اصلا کسی تحویلشون بگیره ولی باز دو مرتبه حالا هم بهمنی نیده بودم ولی چیز رو دیدم نه اون یه همتی که من رئیس, رئیس بانک مرکزی بود خب اینا مثلا چی میخوام بگم مثلا چه فرقی داره و جالبه خیلی نکته قشنگ اشاره کردی که خود مخبر که معاون رئیس جمهور هست نیومده در صورتی که اون دوره دو دوره پیش هم روحانی هم معاونش که این آقای جهانگیری بود جهانگیری بود دو تایشون با هم اومده کاندید شده بودن در جهانگیری هم تحصیح... بود الان جهانگیری هم الان اومده کاندید شده آه. بعد جالب تر اینه که آقای خاتمی اومده گفته که اگر مثلا اصلاح طلبا رو دوباره بهشون میدون بدیم منم تو رایگیری شرکت میکنم <تصفح> این که هیچی بعد اون تازه اون مرد میدون 72 هم آوردن تو کار ببین قشنگ مشخصه که دارن یه بازار گرمی میکنن یه همیشه شما دنبال بلوایی که این شکلی به پا میشه دنبال بلوا باشه اینا وقتی یه ذره ما... یه کسی مثل من یه ذره به گذشته مثلا سال 403 نگاه میکنه ماهای گذشته خب اینا اومدن یه فشار مضاعف به خانواده آوردن خب وقتی که هم خودشون هم میگن هم. اینا این که تو خودشون هم هستن میگن میگن رژیم وقتی اینجوری فشار میاره به هجاب یعنی پس پرده یه چیزی داره یه برنامه داره اون پشت لفت و لیست میشه که اینا اینجوری گیر دادن به هجاب دارن سرکوب میکنن حالا میخوان مثلا بنزین گرون کنن فلان خیال ما میرفت به بنزین و اونجور صحبت هم. ولی امروز دیدیم که دیدن نه اون مثل اینکه کافی نیست برای کارایی که میخوان میکنن رئیس جمهورشون و خودشون سقط کردن که بخوان مثلا برن جلو بعد اینجوری ازش قدیس درست کردن و نمیدونم دکتراش دادن و اومدن گفتن این از 24 36 ساعت کار میگرده و یه <تصحیح> <تصحیح> چیزایی میگن که اصلا تو قاموس این آدم نبود حتی تو ادب شعر میگفت و یه کلمه پرپگانی رو نمیدونست پر... پرپگانی این لوکوموتیو رو نمیتونست بگه نمیدونم آنگوزم من... پندار منطقه یه چیزایی میگفت این کلمات هم نمیتونست درست ادا کنه بعد این آقا دیوان شعر داره ما اصلا موندیم که شعر میگفته اینی که این همه کار میگرده وقت خمینی شیر میگفته این هم شیر میگفته دیگر. آره <تصفح> یه دونه امام قایبی دارن ازش میسازن یه قدیسه اصلا وقتی آدم میشینه مقایسه میکنه با حرف زدنش خندش میگیره که بازم خانمش هم اومده بود شوهر من شیش کلاسه نبود این همه بهش تومت زدید و صبور بود و نمیدونم پاسختون رو نداد و فلان اینا. خب اینا همه نشون میده که اومدن رئیسی رو کشتن اینجوری هم ازش قدیس درست کردن اینجوری هم اومدن برای ما یه آدم نمیدونم مقدس دارن ازش درست میکنن ولی پس برده چیه قرارداد داده 25 ساله که با چین بستن یواش یواش باید عملی بشه تو اون قرار داده 25 ساله که بستن یکی از شروط چین اینه که اگه من پول بذارم سرمایه بذارم امنیت این سرمایه گذاری که دارم میکنم خودم باید تعمین کنم گرفتی چی شد یعنی اگه میخواد 100 میلیون دلار هزینه کنه تو کشور ما به فرض امنیت اون کاری که داره انجام میشه یا اون 100 میلیون دلاری که داره هزینه میکنه رو خودش به واسطه نیروهای نظامیش تعیین یعنی یه بهونه ای این سرمایه‌گذاری برای لشکرکشی برای آوردن یه بهونه برای پای نیروهای نظامی به داخل ایران دقیقاً بهونه ای برای استثمار نه مستشاری مستشاری اینه که شما میری از کشوری درخواست میکنی میگی حالا نیروهای نظامی تو بفرست مثلا آموزش بدن همونی که سابق بود تو کشور ما در زمان محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامر خب اکثر استادایی که تو اسوان پایگاه هوایی اسوان پایگاه هشتم شکاری کار میکردن چون بزرگترین و مدرنترین کلاس زبان خاورمیانه بود بعد قرار بود بشه قطب آموزش هوایی یه چیزی مثل تگزاس اکثر استادایی که اونجا داشتن کار میکردن آمریکایی بودن بعد اینا کارشون مستشاری بود میدونید چی میگم درخواست شده بود طبق یه حقوق مشخص یه قانون مشخص بیان شروع کنن کار کردن در ارتش نه اینکه مثلا خودشون بیان پایگاه جدا تاسیس کنن ولی خب حالا چین میخواد نیروشو بیاره برای چی برای حفظ سرمایه گذاریی که داره میکنه یعنی با ساز و برگ خودش با اون تجهیزاتی که داره میخواد بیاد وارد چابهار بعد کجا رو انتخاب کرده بندر چابهار بندر چابهار یک بندر فوق استراتژیکه یعنی پایگاهی که ما تو چابهار داریم پایگاه هوایی دریایی همون کنارک میشه و فلان اینا یه پایگاهیه که فوق استراتژیکه اون پایگاه جوریه که شما هم تسلط کامل رو دریای عمان داری میتونی سریع به اقیانوس هند برسی هم تسلط داری رو خلیج فارس دقیقا رو تنگه هرمز و خلیج فارس و اینا همه تسلط داری اون جزایر هم که هست اون جزایر تکمین کننده پایگاه شکاری چابهاره گرفتی چی شو بعد اومده رفته چیکار کرده حالا این یه پولی به اینا داده برای اون قرار داده 25 ساله از اونور رفته با عربا معاهده امضا کرده که میگه مثلا حق حاکمیت اونا رو گفت به رسمیت شناخته به تمامیت ارزی ما بعد جالبترم اینه پاش پای حرفش هم پافشاری میکنه میگه ما معتقدیم که بیاین راجب به مناقشه که بین امارات و ایران هست از طریق گفتگو مشکل رو حل کنید چه گفتگوی ما داریم با تمامیت ارزی بکنیم این چه باجیه که دارن آخوندا به چینیا میدن اینجوری کشور هم دارن بهشون میدن خب هورو و رفتن خوش کردن ببین چینی ها یه خاصیتی دارن اگه یه جایی میخوان یه برداشتی بکنن مثلا چای نفتی بزنن مثل هورو لازم که چای نفت میخواستن بزنن هورو لازم و چینی ها خوش کردن چون چایش هم مال سپا بود با همکاری که با سپا داشتن خوش کردن بعد اومدن نفت استخراج کردن جوری شد که گاومیشای الان خوزستانی ها مورد اه صدمه شدیدی دیدن کشاورزی خوزستان نابود شد مردم خوزستان نابود شدن به خاطر چی؟ به خاطر که اون حرور از وقتی خوش کردن باعث شد که اون خاک ریزا شن ریزا گرد و غبار بیاد توی شهر و مردم نتونن نفس بکشن نکته مهم که اینه آبریز خوزستان ما 21 میلیارد مکعب آبه یعنی یکی از پر آب ترین استانهای کشوره ولی با وسیله صدهایی که بستن صد کرخه یک دو سه فلان صد فلان صد فلان صد فلان, فلان آب و جلوش بستن به خوزستان نرسه به کارون نرسه مردم یا از تشنگی ببینن یا سیل ببرزدشون هورو این باید خوش باشه که چینیا بتونن نفت استخراج کنن ببین چه بلایی دارن سر مملکت میارن متاسفانه مردم ما که حرفی نمیزنن نظامیان هم که بارها و بارها صحبت کردیم از نظر معیشتی بلایی سرشون آوردن که انگار ستون فقراتشون رو گرفتن تو دستشون دارن فشار میدن همین کارم با دریاچه ارومیه کردن دریاچه ارومیه یه دفعه شب نخوابیدن صبح باشن که 60 درصد، درصدش پر بشه میدونید چه جوری شده که پر شده خب چینی ها خوشکش کردن کاری کردن که خوش بشه رفتن خاکش رو استخراج کردن همون با هم, هم فکر کنم یه برنامه راجبه این استخراج دریاچه ارومیه داشتیم بعد از اینکه استخراج کردن آزمایش ها رو رو خاک میخوان انجام بدن فعلا آب و باز کردن دریاچه ارومیه دوباره احیا شد این کاری که جمهوری اسلامی داره راه به را انجام میده یعنی تو وطن فروشی دیگه کم نذاشتن چیزایی هم میفروشن که مردم مثلا ناچار میشن دریاچه چه خوش میکنم فعال محیط زیستی رو میندازن زندان میرن اونور مثلا هرو لازم رو خوش میکنن چهار تا فعال محیطزیستی حرف بزنن انگ جاسوسی میزنن میندازنشون زندان الان هم که چابه ها رو دارن دو دستی تقدیم میکنن جزایرم هم مثل همون تری که نمیدونم رئیس بیمه فلان بود بیمه بازنشستگی بود گفته بود اگه ما مثل یونان باید جزایرمون رو بفروشیم تا بتونیم حقوق بازنشستگی رو تامین کنیم اگه خاطرت باشه یه همچین متنی بود دو سال پیش اومده بود الان هم اومدن جزایر هم همون جوری میخوان پیشکش عربا کنن بعدم بگن آقا ما نتونستیم و نمیدونم مناقشات بین المللی رو باختیم و ولی خلیج فارس رو نگردشیم و از این مسخره بازی ها میخوان این آخر حکومتیشون انجام بدن باید خیلی هوشیار باشه مطلب جالبی گفتی شرم جان ببین یکی یکی مطالبی که بهش اشاره کردی که چین داره چیکار میکنه چین مثلا میاد این حلول عظیم خوش میکنه و استان خوزستان یا خود درش ارومی خوش شدن زیر نظر چینه ببین ما باید برگردیم بریم عقب توی تاریخ ببینیم خب جمهوری اسلامی رو که به کمک سیایی و سی کار سیایی داره برای کی کار میکنه برای یه سری کمپانی نه برای دولت آمریکا یعنی خاص مردم آمریکا این نیستش که کشور رو بدبخت کنن اصلا مردم آمریکا من اینجا دارم زندگی میکنم میبینم چجور جور بسیار انسان دوست هستن مردم آمریکا چنین چیزی نمیخوان ای این کار رو انجام میده برای یه سری کمپانی برای همونایی که این ویروس کووید 19 رو پخش میکنن برای اونا داره کار میکنه و این کمپانی ها در حقیقت خود کشور چین رو هایجک جک کردن به قول اصطلاح انگلیسیش رو کار میبرم خود کشور چین رو سالیان پیش در دهه مثلا 50 و میلادی رفتن تسخیر کردن شما ببین دولت چین با مردمش چه رفتاری میکنه یعنی شی پین همونقدر چینی هست که خامنه ای ایرانی هست متوجه یعنی اینجوری داستان چین چین هم در حقیقت خاص همون کمپانی رو داره انجام میده و اینی که اینا میخواستن این جزایر رو از ایران بگیرن این به سالیان گذشته این جزایر اهمیت استراتژیک داره اون بندر چابهار اهمیت استراتژیک داره بعد بریم تو تاریخ ببینیم که اصلا چه, از چه زمانی شروع شد بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا کردن بخشی شد افغانستان بخشی شد پاکستان جزء کشور پاکستان شد یعنی جزء هند اون زمان شده بود که بعدن خودمون اون تیکر از هند جدا کردن این شد پاکستان و اونم شد هند مثلا یعنی پشت پرده همه این سیاست ها باز میرسه به یه سری کمپانی بزرگ که الان به نام گلوبالیست بهشون میگن گلوبالیست ولی اینا در واقع چند تا که این کمپانی بزرگ رو دارن. این مال این قسمت و راجع خوزستان گفتی خب میخواستم اشاره کنم به صد گوتوند با اون صدایی که زدن خب بقیه انقدر اون آب زیاد بود اومد اون آب رو شور کردن خیلی خب حالا آب اون آب شور تمام مزاره هم خوش کرد از بین برد تمام ها خوش شدن بارها بارها تو همین برنامه اپوزیت من نشون دادم بر اساس گزارش های خود جمهوری اسلامی گزارشی که مردم گرفته بودن و بالاخره منعکس شد به در اخبار صدا من نشون دادم که خود نخلستان نخلستانه داره خوش میاد ریزگرد هم که در اثر خشکی هور این بلند شد به غیر از اینکه نفس کشیدن مردم رو با سختی مواجه کرد خود باز به مزارع کشاورزی هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد و بعد مثلا گزارش می ساختن که این ریزگرد ها را از عربستان میاد این ریزگرده بغل گوشه ایران چرا تو مثلا این ریزگرده تو دوبهی شما نمیبینی ولی تو تو خوزستان اینجوری به اون شدت میبینی که فیلمهاش واقعا وحشت نوی اینقدر خاک میشه سو ماشین ها و حال ببینید روی درختها چه اثری میذاری این خاکی که میشه و باعث خشکی بسیاری از مزاره و نخلستان های خوزستان شد یعنی یک برنامه ریزی و مردم هم شاید مردم هم ساکت نشستن مردم خوزستان خیلی اعتراض کردن شاید بیشترین اعتراض ها در خوزستان انجام شد ولی اشکال کار اینه که مردم دارن اعتراض میکنن یعنی میان فکر میکنن که این جمهوری اسلامی داره اشتباه میکنه مثلا داره یه کاری میکنه ما بریم اعتراض کنیم اینا روششون عوض کنن اینجوری نیست جمهوری اسلامی معموریت داره برای اینکه ایران از بین ببره و تنها راه نابودی جمهوری اسلامی اعتراض فایده نداره و جمهوری اسلامی رو از بین برد یعنی اگر به خیابون میایم باید به فکر این باشیم با چجوری فرمانداری ها رو بگیریم و استان رو در دست بگیریم کل اون شهر رو در دست بگیریم و همینجور اینا به هم ب... بپیونده و نظامیان هم این وسط به هر حال این نظامیان قسم خورده این خاک و مرز و بوم هستن یعنی قراری که از این مردم محافظت بکنن و دشمن اصلی خود جمهوری اسلامیه نظامیان الان باید وارد عمل بشن تا کشور از دست این جمهوری اسلامی پس بگیرن حتی میخوام بگم این نیروهای امنیتی به حال اونها هم ایرانی هستن تو همین ایران دارن زندگی میکنن همشون که نتونستن میلیون دلاری به ببرن کانادا و کشورهای دیگه تو همون ایران هستن تمام خانوادهشون کسانی که دوستشون دارن دارن تو ایران زندگی میکنن راهش اینه که باید به مردم بپیوندن و اونها بهتر از هر کسی میتونن کمک کنن برای اینکه جمهوری اسلامی این آخوندهای دوز قدرت پایین اینا دست نشانده همون قدرت هستن دست نشانده همون گلوبالیست هستن و معمولیت دارنم که جمهوری اسلامی متزلزل شده میخوان به سرعت به سرعت این پروژه ها رو تموم کنن یعنی به سرعت بیان جزایر رو تکلیفش معلوم بکنن چابه ها رو بدن دست چینیا به بهونه اینکه اینا سرمایه گذاری کردن قرارداد 25 ساله از این چه لزومی داره قرضه 25 ساله ونی؟ قرارداد 5 ساله ونی چرا 25 ساله برای اینکه این یه قرارداد استثماریه تمام قرارداد های 20 سال 25 سال همش استثماری اگر نه شما یه دولت داری 8 سال اومده سر کار چرا باید قرارداد 25 ساله ببنده به چه مجوزی یا مثلا نماینده مجلس 4 سال قرار تو مجلس بشه برای چی میاد زیر باری همش قراردادی میره برای اینکه برنامه‌ریزی بزرگتری انجام میشه. گوش میکنیم صحبت های شما شرم جان ببین اینا اومدن یه عادی سازی کردن برای این کار رفتن توی روسیه اگه یادت باشه تو جنگ اوکراین اومدن گفتن ما رفتیم یه جایی خریدیم که بتونیم گندم توش بکاریم فلان در صورتی که من و شما میدونیم که عمده تولید کننده گندم و ذرت خود اوکراین بود نه روسیه روسیه خودش محتاج بود به قلاتی که از اوکراین میگرفت از جاهای دیگه میگیره وگرنه کشاورزی آنچنانی از نظر گندم خیزی نداشت اینا یا مثلا رفتن ونزوئلا رفتیم مثلا مزرعه خریدیم زمین قابل کش خریدیم که فلان یا اجاره کردیم اینا فقط به خاطر این بود که ذهنیت مردم ما رو آماده کنن برای این نقشه های شومی که دارن پیاده سازی میکنن ما الان یه موزل دیگه داریم فقط چین نیست الان روسیه دست گذاشته روی پایگاه شارخی پایگاه شکاری همدان پایگاه نوژه دست گذاشته رو اون میخواد اونجا هم بیاد تصاحب کنه یه جوری میشه گفت مستشاری کنه اون, اون، مستشاری که نه رو میخواد پیاده سازی کنه اون وصیتی که کرده بود لینینگ با آبهای گرم حتما دسترسی پیدا کنید میخوان پیاده سازی کنن همه جوره دارن کشور ما رو تاراج میبرن و اگر چینیا بیان مستقر بشن لنگرشون گیر کنه بیرون کردنشون یه چیزی مثل مغولاس یعنی به این سادگی ما نمیتونیم چینی ها رو از کشور بیرون کنیم ارتشو که نابود کردن ارتش لشکری دیگه وجود نداره لشکرها رو کوچیک کردن کردن تیپ مستقل تیپ مستقل تا بخوان تا کس رو تکلیف کنن از فرماندهی کل و شروع به کار بکنن همین بلوشوی میشه که میبینیم افغانستان و طالبان با همون دبای زردش میاد این همه ضربه میزنه ارتش خوابه یا دو هزار هکتار زمین رو اونجا گرفتن تصاحب کردن طالبانی ها پشت دیوار دیوار اشتباه کشیدن البته ما که میدونیم اشتباه نکشیدن میخواستن اونجا رو بکنن مزرعه مواد مخدر برای قاچاق سپاه و اینا بعد که طالبان اومد همه معادلاتشون به ریخت چون اون دولت قبلی افغانستان به اون خطوط مرزی بین المللی پایبند بود ولی طالبان نه طالبان دیوار رو میشناسن خب وقتی یه همچین چیزی شد دو هزار هکتار اونجا دادن پیشکش کردن به طالبان طالبان هم هر وقت میخواد بیاد میاد کشاورزی ما رو اذیت میکنه فلا میکنه ارتشی ما نمیبینیم کار کن چرا نمیبینیم چون تیپی زاهدان لشکری که در زاهدان بود لشکری که مثلا در مشهد بود اینا شده تیپ های مستقل تیپ های مستقل یعنی چی یعنی یه تیپی توی ناکجا آبادیه تا بخواد کسب تکلیف کنه آقا من چه کار کنم دارم اصلا بتونم برم با این تهدید برخورد بکنم یا نکنم فردا شده دیگه اصلا کار از کار گذشته اون اومده تصرفش کرده یا اومده دستروزش کرده رفته متاسفانه اینا ترسی که از ارتشیا داشتن اومدن چیکار کرده اومدن لشکرارو رو تبدیل کرده به تیپ که ارشد نظامی رو از ارتشیا بگیرن ارشد نظامی یعنی چی یعنی هر استانی بر اساس لشکری که درش قرار گرفته اون یگان عمده یگان بزرگی که اونجا هست میشه ارشد نظامی ارشد نظامی اختیار داره که اگر جنگ بشه اگر سیل بیاد اگر تظاهرات بشه اگر هر اتفاقی بیفته میتونه بیاد استاندار فرماندار همه رو بذاره کنار ارشد نظامی اختیار رو بگیره دستش و شروع کنه حالا اونجا رو مثلا سیل و سرسامون بده زلزله رو سرسامون بده اگر اعتراضاتی هم هست با اعتراضات به شیوهی که فرماندار نظامی هست برخورد کنه اینا از این که اگه یه روزی ارتش بشه سکاندار اعتراضات میترسیدن اومدن چیکار کردن؟ تبدیلش کردن به تیپ های مستقل که دیگه ارشد نظامی بشه سپایی ارشد نظامی دیگه در اختیار ارتشی ها نمشه. این فریبی بوده که ملت رو دادن خود ارتشی رو هم دادن الان اکثرا بلا شوق شدن مثلا یارو با 29 سال خدمت خب شما اگه سن خدمتی در 25 بره به بالا دیگه چیز نمیکنه. انتقالی نداری به اینکه بچه بزرگ داری دیگه دورات زدی سرد و گرم تو نمیدونم چابه رو شیش ماه گرم تو شیش ماه ش... نمیدونم چهار سال گرم سیری تو چهار سال سرد سیری تو همه نقل و انتقالات رو کردی اومدی نشدی به 25 سال باید توی یه جایی باشی اکثرا بومی هن. توی یه جایی باشی که بتونن شغل بهت بدن بتونن جایگاه بهت بدن ولی همه اونا از بین رفته طرف با 29 سال خدمت نمیدونن چه شغلی بهش بدن یعنی شغل مناسبش نیست شغلی که مناسب درجهش باشه نیست طبق قوانین وقتی شما سه ما بلا شغل باشی باید بذاره بازنشستت کنن بری بیرون خودشون موندن دارن چیکار میکنن میدونید چی کار میدونی بهت میگم یعنی یه تره ناپخته ایراداتش گرفته نشده باگاش گرفته نشده اومدن پیاده سازی کردن برای ارتش فقط به خاطر اینکه از بین ببرد این هم کی کرد؟ این آقای باغری با این بچه ملا موسوی اومدن این تر پیاده. اصلا ساله ای رو گذاشتن کنار موسوی رو گذاشتن اولین کاری که کردن این تر رو پیاده سازی کردن که ارتش رو از بین ببرد ما این, این مشکلات رو داشتیم و داریم و قایم داشت اگر مردم امروز به داد خودشون نرسن به داد کشورمون نرسن همون نظامی هایی که شما میگی ببین اون بخشی که سرکوب میکنن فریورز گرامی هم گفت باید بشینیم بشینن پیش خودشون یه دو تا چهار کنن امروز اگه جداشن از اون بخش سرکوب خیلی بهتره ولی اگه بخوام واسه همین چند یه میلیون دو میلیونی که میگیرن نونشون بزنن تو خون مردم بخورن دیگه حسابشون از ملت ایران جداست میشن خائنینی که راه رو برای اشغالگران باز کردن و خودشون ضرر خوائن... میکنن بله اون موقع با خائن چجوری رفتار میکنن اینو باید خانواده هم بدونن که اینا خائنن مثل یک خائن باشون برخورد کنن مثل یک آدم کثیف باهاش برخورد کنن مثل یک وطن فروش یک مردم فروش باهاش برخورد کنن ما تو فرهنگ اون نیست که با یه خائن مهربونی کنیم خواهن رو سر اونجا بدیم که خواهن رو ترد میکنیم خائن رو وطن فروش رو ترد میکنیم فرهنگ ایرانی اینجوریه باید مقابله کرد باید اینا رو ترد کرد باید فهمون بهشون خانواده هاشون رو ترد کرد تا اینکه بتونن متوجه اوضاع بشن و هر جایی پای خودشون رو بکشن که نه به نفشون هست فردای آزادی میشه همون جوری که شما توی برنامه های قبل با هم صحبت کردیم میشه اینا برن محاکمه بشن اندازه جرم و جنایتی که کردن باشون برخورد بشه یا شاید هم عفو عمومی بگیرن مشخص نیست باید ببینیم اون دولتی که سر کار میاد بر اساس آرای مردم چه تصمیم میگیره ولی بحث اینجاست که هر امروز اگه جداشن بهتر از فرداست باز یه پناهی دارن پیش ملت یا اگرم هم هستن همراهی نکنن مقابله به مس کنن الان نظامی هایی که هستن ارتشی هایی که هستن اجازه ندن راحت چینی ها احساس امنیت بکنن بیان اونجا مثلا پایگاه رو دو دستی تحویلشون بدن اگر چینی احساس امنیت نکنن قطعا ترک میکنن و میرن نمیمونن تو کشور ما اینو باید لنده نظر داشته باشن بچه که تکاورن بچه که به قول خودشون میگن ماها جنگیدیم برای اینکه این که خاک به پوتین دشمن جسمه الان دشمن تو خونه است سر تو بچرخونی تمومه دقیقا مثل اشغال همون جنگ جهانیه که روسا اومدن از شمال اشغال کردن از جنوبم اون موقع انگلیس ها اومدن هندی ها اومدن الان خب چینی ها اومدن از شمال باز روس ها اومدن که میدونیم سابقه خرابی دارن نمیشه بیرونشون که خیلی سخت برن بیرون آذربایجان تخلیه نمیکردن که از جنوبم چین هر جایی رفته از این قرارداد بسته 25 ساله 30 ساله 40 ساله یا تخلیه نکرده یا اگرم اونجا رو مثلا تخلیه کرده زمین رو سوزونده تحویل داده یه زمینی داده که دیگه نه کش میشه توش کرد نه کاری میشه توش کرد نه فلان کرد انگار با دنیا دشمنن اینا نابود کرده اونجا رو که تحویل داده استثمارش کرده الان تو آفریقا فیلماش هست ببینید داره چیکار میکنه بله. هر جایی که میره پول میده شروع میکنه قرارداد اینجوری مگه نگفتن زندانیانشون میخوان بیارن معلوم نیست یا جرمش قتل بوده آدمخواری بوده چی بوده میخوان بیارن تو تهران برای ما ساخت سازی کنن این همه جوان داریم خودمون تازه این همه افغانی وارد کردید خب همینا رو به کار بگیرید چه نیازی داره به اینا رو بهشون سرسامون بدید به کار بگیرید اون بخشش که سالمه هویت نمیدونم سبتی بهشون بدید نه اینکه شناسنامه بدید ثبتشون کنید که بدون در کجا اومدن به کجا میرن زوابط داشته باشه پناهنده اینجوری نیست که یارو مثلا همینجوری بیاد به سرش رو بندازه با این هر موقع دوستاش بیاد هر موقع دوستاش بره نه اثر انگشتش جایی سبت بشه نه دی ایش جای سبدش جرم و جنایت هم هرچی بره و بیاده. به یاد ایشگی به نیست که میبینیم کمکان داره این اتفاقات تو کشور اون میفته چینی میخوان زندانیانشون رو بیارن اینجا و برای ما مثلا در تهران ما که زیرش پر از با... چیز باستانی و سابقه ایران باستان ما هست. بیاد مثلا خونه سازی کنه حالا تهران شروعش بوده قطعا اسفحان جایی که بتونن اینا بخور بخور کنن اصفهان و تبریز و اینا برنامه دارن قطعا ما ما بیخبریم بله یه دشمنی با ایرانه کلن. همون ایران کلا این هم کمپانیایی که میگم آقا اصلا قارته بله فکر کن شما قوم تاتاری که میگفتن اینم اشاره کردی به نیروهای نظامی نیروهای نظامی بیان به مردم بپیوندن و کمک کنن جمهوری اسلامی بذاریم کنار. کنار خب اینا میشن قهرمان ملی ببورن. که نه تنها محاکمه میکن. نمیشن بلکه ازشون تقدیرم خواهد شد اگه بیان الان صد. این کار رو انجام بدن یعنی بیان به مردم بپیوندن بله همون کار رو میتونن میکنن هم میتونن مثل قضیه که با هشد و شبی تکاوران دریایی ببین هشد و شبید تو سیل اومد به اسم کمک مردم خوزستان سرسدا کردن تکاوران دریایی رفتن کمک مردم خوزستان و یه برخوردهای پیش اومد با که <تصفح> قاسم سلیمانی خود سر آورده بود اگه یاد باشه یه جنجالی هم شد سراسیمه سیاری رو فرستادن اونجا قاسم سلیمانی هم رفت اونجا که مثلا نموند هشد و شوی هشد و شوی رفت بیرون توی برنامه سیل نموند تکاور دریایی درگیر درگی شدن اصلا میخواستن بتر و دیدن اوضاع خرابه فرستادنش بیرون چرا همون کار در قبال نیروهای چینی نباید انجام بشه اینا آموزش دیدن برای دفاع از خاک دیگه وقتی دشمن وارد شد وقتی دشمن اومد اشغال کرد وطن تو وقتی یه چینی میاد توی شمال ایران با 25 تا دختر عکسای ناجور میگیره من یادم میگفتن که 6 تا تکاور در دریایی کشته شدن به خاطر که بتونن یه بدن دختر ایرانی رو از میله پرچم خورمشر بیارن پایین چجوری میشه یه چینی میاد تو ایران تصاویر مسترجن پر میکنه بعد میگه من اینجا دختر میخرم پنج دلار هشت دلار بعد برای هم کیشاش میفرسه گندش که در میاد با سلام, سلام و سلامات یارو رو میفرستم بیرون میگن بازداشت شد بعدم میگن ترکت رفت چجوری میشه که الان یکی از اعضای سفارت افغانستان نه این طالبان دختر ایرانی رو عکاس ایرانی رو میکشه داخل سفارت شکنجهش میده کتکش میزنه هزار کار باش میکنه بعد خیلی راحت میذارن میرن این ما کجاییم الان واقعا ما کجاییم این, این ایران ما این شکلی نبود کی زمان شاهنشاه جرأت داشتن خارجی ها اینجوری توهین کنن یادت باشه این آقایون چپی ها نمیدونم اونایی که میگفتن ارتش خلقی و ارتش بی و اینا و مزخرف ها که میخواستن ارتش رو منحل کنن که الان هم دارن انحلال نرم اجرا میکنن همون مجاهدا که ادامهشون هم شد جمهوری اسلامی تبعش شده همین دیگه که یارو میاد میگفتن کاپیتالیسیون 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 یعنی چی الان که بدتر از کاپیتالیسیون شده که بله به حال امیدوارم که این نیروهای نظامی وجدانشون بیدار شه و ببینن که چون خودشون ضرر خواهند که یعنی پیوستن به مردم بازی دو سر برده براشون از هر نظر برده براشون و ایستادن جلوی مردم از هر نظر براشون ضرره شاید الان یه حقوقی مثلا بگیرن ولی این دوزا این فرمانده های دوزون بالا که دارن این کارا رو میکنن که به ظاهر مثلا دارن اشتباه میکنن اینها خیالشون راحته اینا تمام این خرابکاری ها رو میکنن بعدم در میرن میرن وای با نمیسن نه اونا خرابکاری. هواپیماشون هم منتظر فکر کردیم مثلا مثل بله. مثلا جنوبانی هستن واشتن بعد بله. جاوی جاوید ها ببینن نه آقا اینا زودتر از خود خامنه رفتن بله. یعنی پس بله. الان ما میمونیم و این وضع افتضاح. ما میمونیم و اینایی که مردم بله. سرکوب کردن اون گروبان و اون استوار بله. و اون فلانی که تو سرکوب ها شرکت داشتن خودشون به چندر غاز فروختن روحشونو فروختن به شیطان در و مردم هم و مردم هم یعنی مثلا حتی مخاطبان همین برنامه بعد برن بقیه هم وطنان آگاه کنن که زمانی عشان. که خیزش شکل میگیره همراه کنن بقیه یعنی همه بعد یعنی یه خیزش ملیه خیزش گروه و دسته ای نیست یه خیزش ملی به نفع همه ای مردمه همه ای مردم همه ای مردم باید شرکت کنند درش یعنی وقتی مثلا در شهر در شهر احواز مردم میان بیرون نه فقط یه تعدادی از کارگران یا نیروهای مخالف بلکه همه ای مردم باید بپیوندن به این،, به این حرکت و کل شهر رو تسخیر کنند نه اینکه یه خیابونی یه قسمتی رو نه کل شهر باید تسخیر بشه و این دوزا در اقلیت اینا میشه بیرونشون که نیروهای نظامی هم میپیوندن بهشون وقتی ببینن صد این این جمعیت سر درصد ما مغول و عرب و ترک ها و سلجوخیان و اینا همه رو بیرون کردیم باید. دیگه اینا که جای خود داره سپاسگزارم شهرام جان اگر مطلب دیگه این مونده گوش میکنیم به صحبت شما مطلب دیگه همکاران سابقه هم میگم چشاتونو رو باز کنید برای دیر دو تومن حقوق و سه تومن پادا شد چهار تومن فلان خودتونو نفروشید اگر مملکتی نباشه دیگه شما هم به درد نمیخورید اون قسمی که خوردید به درد نمیخورید هم سباس گذارم ممنون من تا بعد تا بعد